ماهی ها در قفس نمی میرند. خلیج فارس مأمن ماهیانی است که از شوق رهایی رنج در قفس بودن را نمی کشند. پرورش ماهی در قفس یکی از کارهای خیلی سودداریه، به دلیلی که داخل خود دریا پرورش پیدا میکنه، سیستم ارگانیکه. زندگی در قفس فرصت بودن را به ماهیان در آبهای عمیق میدهد. این تر مزایای خیلی خوبی داره و این خودش باعث شده که من ساکن استرالیا هستم. الان حدود 8 ماه اومدم ایران و پیگیر این طرح هستم. از مزایای زبده و برجسته این طرح میشه به قدرت بالای خودپایایی آب و همینطور تهویه مطلوب آب در داخل قفس ها، همینطور عدم احتیاج به سیستم های هواده و تعمیر و نگهداری با هزینه بسیار مناسب و حتی پایین تر از سطح های استاندارد اشاره کرد. ما الان داریم میریم برای برداشت ماهی در قفس تو دل خلیج فارس. حدود 100 تن آماده برداشت داریم. کل مجموعه حدود 500 تن ظرفیت داره. پرورش ماهی ها در قفس جایگزین خوبی برای بهره برداری از دیگر منابع آبیه. به واسطه اینکه فقدان آب شیرین داریم، تخریب محیط زیست داریم و کمبود غذا داریم، در این سالهای اخیر به خصوص این امر بیشتر خودش رو جلوه داده. داشتن 5800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور فرصت مناسبی رو برای پرورش ماهی به این شیوه فراهم کرده. چشم‌اندازیه که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات دیدن. از بعد توناژ تولید 200,000 تن در سال منتهی به پایان برنامه ششم توسعه خواهد بود. از نظر صنعتی میتونم بگم این کار بازتاب بسیار خوبی در آینده خواهد داشت. همچنین واسه جوانها علی خصوص عزیزانی که در رشته‌های مرتبط با علوم دریایی مانند شیلات، بیولوژی دریا فعالیت دارند، خب جایگاه بسیار خوبی هست واسه ایجاد اشتغال. با توجه به پتانسیل آب‌های شمالی و جنوبی کشور در تولید و پرورش ماهی در قفس، موفقیت این طرح زمینه را برای اشتغال هزاران نفر ایجاد می‌کند.